داستانی دیگر از مجموعه قصه های حسنی و 19 مثل و مثل دیگر جلد اول به نوشته آقای محمد رضا یوسفی و تصویرگری آقای کاظم طلایی. داستان موشچی هست که قصه ای رو تعریف میکنه که باعث به وجود اومدن ضرب المثل معروف موشچی هست که کله پاشش چی باشه شده. آقا شیره میخواست در خونهش یک مهمونی بزرگ بده. همه حیوانات جنگل رو از اهلی گرفته تا وحشی به این مهمونی دعوت کرده بود. خانم گربه هم یکی از مهمونا بود. او کوچکترین مهمان آقا شیر بود. خانم گربه نمیخواست دست خالی به مهمونی بره. شب و روز فکر میکرد که چی هدیه‌ای برای آقا شیر ببره. وقتی دید عقلش به جایی نمیرسه به سراغ آقا اولاغ رفت و گفت: همسایه، شما برای آقا شیر چه هدیه‌ای میبرید؟ آقا اولاغ که از صدای خودش خیلی خوشش میومد زیر آواز زد. کنان گفت: من آواز قشنگم رو برای آقا شیر میبرم. خانم گربه چیزی نگفت، از آقا اولاغ خداحافظی کرد و به راه افتاد. رفت پیش گاو سفید و گفت: شما برای آقا شیره چه هدیه‌ای میبرید؟ گاو سفید با صدای بلند مامایی کرد و گفت: من برای او یونجه و شبدر تازه میبرم. خانم گربه از گاو خداحافظی کرد و رفت پیش بوغلمون. پرسید: ببینم شما برای آقا شیره چه هدیه‌ای میبرید؟ بوغلمون بال و پرش رو با هم باز و بسته کرد و گفت: چه هدیه‌ای بهتر از یک کیسه ارزن؟ خانم گربه چند جای دیگرم سر زد و عاقبت به خونه خودش برگشت. دلش پر از غصه بود. با خودش میگفت: من باید بهترین هدیه رو برای آقا شیر ببرم. اما نمیدونست بهترین هدیه چی هست. خانم گربه نشسته بود و با خودش حرف میزد که یک مرتبه چشمش به یک موش کوچولوی خاکستری افتاد. آب توی دهانش جمع شد. با خودش گفت: بهترین هدیه رو پیدا کردم. بعد هم جستی زد و موش کوچولو رو از بین زمین و هوا گرفت. روز مهمونی رسید. همه حیوانا با هدیه های جور و واجور به طرف آقا شیر می رفتن. خانم گربه هم در میان اونها بود. اون موش کوچولو رو توی یک قفس انداخته بود. قفس رو روی کولش گذاشته بود و با غرور راه می رفت. مهمانی آقا شیر مهمانی خوبی بود. به همه حیوانا خوش گذشت. خانه آقا شیر پر از هدیه های جور و جور شده بود. خانم گربه هم قفس موش کوچولو رو با آقا شیر داد و گفت: بفرمایید، این هم بهترین هدیه برای شما. چند روز صبر کنید تا کمی بزرگ شود، آن وقت کله پاچه‌اش را بخورید و چاق شوید. آقا شیر با تعجب به موش کوچولو نگاه کرد. بعد هم از خانم گربه تشکر کرد. بالاخره مهمونی تموم شد. آقا شیر خواست هدیه ها رو جمع کنه. چشمش به قفس موش کوچولو افتاد. موش کوچولو با ترس به آقا شیر نگاه میکرد. آقا شیر به یاد حرف خانم گربه افتاد و خندش گرفت. در قفس رو باز کرد و گفت: بیا بیرون موش کوچولو. موش کوچولو آهسته از قفس بیرون اومد. از ترس مثل برگ بید میلرزید. آقا شیر نگاهی به او انداخت و گفت: بدو برو کوچولو. من اگر یک گرگ رو هم بخورم سیر نمیشم. چه رسد به اینکه تو را بخورم. تو برای خانم گربه غذای چرب و نرمی هستی، اما کله پاچه ات لای دندان من را هم پر نمی کند. به قول معروف موش چی هست که کله پاچهش چی باشه؟ موش کوچولو دوید و دوید و رفت و از این به بعد بود که موش چی هست که کله پاچهش چی باشه در بین مردم رواج یافت. عزیزانم، اگه داستان‌های ما رو دوست دارید و می‌خواید کانال ما رو دنبال کنید، یادتون باشه سابسکرایب و به روی علامت زنگوله کلیک کنید. اینطوری به محض خوندن داستان جدید با خبر میشید. یادتون نره ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید.